نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان بیننده های نهایت گرامی برنامه چهار بازار. امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشید و دور از تمام مشکلات و دغدغه های زندگی انشاءالله. هستیم با شما خوبان در یک دیگر از سلسله برنامه های چهار بازار. آمدیم در یک فروشگاه بزرگی که اختصاص داده شده به وسایل بازی و اسباب بازی هایی که مربوط به اطفال و کودکان نازنین ما میشه، که اینها بخش مهمی از زندگی ما هستند و ما هم باید توجه خاصی به اطفال داشته باشیم و یک موضوع بسیار مهم که جزء دستور دینی ما هم هست که اطفال باید با مهربانی و شفقت رفتار بکنیم ان شاء الله. هستیم با شما خوبان، تنهای ما نگذارید، بریم سراغ دوست عزیزی که مسئولیت همینجا رو داره و صحبت خواهیم کرد که چه مقدار و چه پیمانه ای اسباب بازی در اینجا وجود داره، از کدام کشورها میآید و همچنین مردم ما چقدر ارزش و اهمیت میدن به اطفال نازنین که بتونن هدیه ای رو بخرن، اون هم اون چیزی که مربوط به اطفال بشه. ما رو همچنان بیننده باشید. دوست عزیز سلام و وقت شما بخیر. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. صبح شما بخیر باشه. سلام آمد باشید. دوست عزیز، میخواییم که سلام علیکم هم داشته، خود معرفی هم بکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده های تلویزیون اصلاح. اسم شریف شما؟ وکیل احمد هم از ولایت عراق. وکیل احمد جان، از چه مدتی هست که این کار شروع کرده؟ ما تقریبا دیگه از 20 سال 25 سال میشنیم کسب. نام خدا. کسب ما اصلی ما نمینه 25 ساله. 25 سال است که به می کسب. بله 25 سال نمی کسب ما نه. چقدر علاقه داری به فروش اسباب بازی اطفال؟ شکر علاقه زیاده داره. در دوران کودکی هم داشتی وسایل اسباب بازی یا نه؟ چون از دوران کودکی هستن، در 8 سالگی و 10 سالگی ما مداخله می کسب بده. این هم یک سعادتیه، خصوصا برای اطفال که در یک فروشگاه ها و جاهایی باشن که وسایلی که مربوط به اونها است در اونجا باشه. وکیل احمد جان هم همون که 8 ساله بودن در همچین فروشگاهی بودن دیگه. طبعا می کسب ما تقریبا دیگه 20 ساله که خود ما مداخله می کسب. دقیقاً که عمو از سیمایشان هم مشخصه که کسایی که با اطفال سر و کار دارن، حالا به نوعی یا ارتباط از طریق همین وسایل دارن، باز هم میتونه که امور جوانتر باشه. وکیل احمد جان نام خدا جوان هستن. وکیل احمد جان، از این بگین که چگونه ارزش دادن به اطفال و ما باید توجه بکنیم به این وسایلی که مربوط به اطفال میشه. حالا ارزش که همین طفل هر چیزی که بگیم ارزش داره، هر کدوم خود کلون کار میکنه به خاطر امو اولاد. ولی همین اسباب بازی یک چیزی هست که اگر بخوایم مرتکه یک دست لباس یک چیزی 1000-2000 برای بستانه همون ضرب نظر نمید، یک بیستی که از همین اسباب بازی بستانه او خیلی خوشحال میشه، بخیر روی بچه، زن بچه، همه آزاد میشه، روشن میشه. بسیار عالی، حرف بسیار خوب اشاره کردن بگیر احمد جان که با هدیه دادن از وسایل اسباب بازی که هست، طبعا بچه ها خیلی نیاز به بازی دارن در دوران کودکی و همین وسایل اونها رو سرگرم میکنه و خیلی هم برای اونها ارزشمنده. پس تلاش بکنین که میخوایم همیشه هدیه بدیم، خصوصا برای اطفال و او هم وسایل اسباب بازی، که نکته بسیار خوبه اشاره کردن. ما در وقت در فروشگاه میریم به نوعی مزاحمت های ایجاد میشه، معذرت میخوایم از این بابت که وقت مزاحم اوقات شما شدیم. اگر موافق باشی با ما میتونیم بریم در داخل فروشگاه هم بریم. خب دوستای عزیز، همونطوری که دوست عزیز ما گفتن، می بحث وسایل اطفال که هست و ای که به اطفال باید مهربان باشیم، هدیه ای رو بدیم، خیلی ارزش داره. وکیل احمد جان، این وسایل هایی که در اینجا هست از کدام کشورها میآید؟ زیادتر از چین میآید. چین و ایران. چین و ایران. جنس چین که هست، جنس اسباب بازی چین که هست، جنس خوب نه، ولی من خوش بچه به جنس چینه. خب چون که بسته بندی داره، رنگ داره. یعنی به نوعی تفاوتی وجود داره در اسباب بازی ها که مثلا ایران میآید یا چین میآید؟ زیاد تفاوت داره. تفاوت. از این گفتین که تفاوت در همون سلیقه ها یا رنگ هایی که در چین یا در کشور ایران هسته، یعنی به نوعی تفاوتی که وجود داره در چین بیشتر توجه میشه به رنگ ها و سلیقه هایی که هسته؟ تقریبا چین که هسته، اما خود همین چین که هسته از فکر و ذهن و چایت همون چیزی که اونها میخواهند، از همون فکر و ذهن از اونها رنگ بندی و کار و جنس خور تعیه و تیار میکنم، از
فکر و ذهنم و خودم و اطفال تیار میکنم. یعنی چیزی که مربوط به اون دوران کودکی نمیشه. به اون رنگ و به اون مدل و به اون همه سلیقه ها کسته هیچ جنس چین کسته کمی نداره به حساب سلیقه بچه. یعنی با جنس ایران کسته کم مواد و رنگ و تغییرات داره. پس بیشتر واردات از چین شما داره. بسیار عالی، بسیار عالی. واردات از چینه. اما از این بگین که گفتین یک چیزی رو میسازن که در ذهن بچه ها همون هسته، خب خود شما وقتی که در فروشگاه هستین بچه ها بیشتر خود پسران که هستن از چه وسایل بیشتر دوست دارن؟ وسایل از بچه که هسته زیادتر موتر ریموتی میبرم دیگه، باسکل و از هر نوع جنسی، هر بچه هر فکر ذهنی هر خوش داره. آها، بس همونطوری که بگم جان گفتن، خب پسرا باز مثل موتر یا موتورهای کنترلی اینا که هست، باسکل و همچنین دختر خانم ها هم که هست، اونها باید یک وسایل خاص دارن که اونها هم مربوط به دختر خانم ها میشه. اما از این بگین که به چه پیمانه چه نوع وسایل در این فروشگاه ها خصوصا در هرات پیدا میشه؟ به این فروشگاه ها ما که هست زیادتر البته جنس دخترانه زیادتره. مثلا عروسک باب، خرسک، سیت هست، سیتای هست که مثلا تخت خواب داره، سیتای هست وسایل آشپزخانه داره. علاقه زیادتر جنس دخترانه زیادتر وجود داره، فروشی هم زیادتره و فروش هم زیادتر. از فروش گفتیم، بیم یک مقایسه بکنیم، یک بررسی بکنیم از دید شما که در فروشگاه هستین، مردم ما چقدر واقعا حالا این موضوع جا افتاده که به اطفال بیشتر ارزش بدن و اینکه بیاین به اونها اسباب بازی بخرن؟ حالا مردم زیادتر به طفل ارزش میدن، خیلی هم ارزش میدن، ولی همین هست که اقتصاد رو شما میفهمید پایینه، جنس بالایه. ما یک جنس داشتیم که میدادیم مثلا به سابق به 100 روپه، حالا هست به 150 روپه. یعنی قیمت ها بالا رفته. اون وقت فایده ما پیشتر بود به مون نخره پایی، حالا که جنس بالا رفته فایده هم کمتره، چون که مصرف و اینون زیاده، محصول، مصرف، مصارف از همه چیز بالایه. دقیقا. بعد و اگر اقتصاد خوب باشه طبعا او شما این احساس کردین که مردم ما واقعا ارزش میدن، واقعا ارزش میدن. باز به خصوص همین مردم هرات شریف، همین مردم خود هرات خودایی به هر حساب به می حساب تف. یعنی یک وقت ما خوب بر نو جنس دشتیم و میاردیم، ولی با بچه ها خوب رسیدگی خیلی، چون که میفهمیدن که هر چیزی از این جنس هست با بجی به بچه دیگه بالاتر نیه. نیه، بله بله. واقعا ما باید به همچین مردمانی که به اطفال خود ارزش میدن واقعا هم افتخار بکنیم و هم تحسین بکنیم کارشانه. وکیل احمد جان، از دوران کودکی شما بگیم، اما وسایل مورد علاقه شما چی بوده؟ وسایل مورد علاقه ما از نمی مترک ها ریمیتی بود، ما رو به گودام رای میکردن که برای گودام رو بچینیم و میرفتیم خوب بزی میکردیم. موتر و وسایل هم زیاد بوده، وسایل هم زیاد بود، میرفتیم داخل گودام، جا کلون بود، محوطه کلون بود، ساعتیری بخوب بزی میکردیم، چون که همون خستگی ما، موندگی ما، اگر یک چهار ساعت پنج ساعت همی تا کار میکردیم، باز بمون ده دقیقه که ما به نیم ساعته که ما بزی میکردیم، بمون نیم ساعت موندگی ما کامل رفت. رفت میشود، موندگی های دوران کودکی با یک بازی و اسباب بازی که باشه. پس ما میتونیم که کل خستگی های اطفال با همین وسایلی که بنا خریداری میکنیم از بین ببریم. اما از این بگین که تفاوت ها در روز زمان و اکنون تفاوت های زیادی آمده در وسایل اسباب بازی یا نه؟ تفاوت ها زیاد آمده. با او وقت بود اگر به بچه به طفلای خورد در ارزش قائل نبودم، ولی باز پول و کاربار بود به قصه او نبود، هر روی ایزفگی میستون. ولی حال به می شرایط حاله که ما میبینیم، انا میگیم این برنج روغن نیه، دایم بس مامینه. بله بله، میگیم این برنج روغن نیه که مجبور باشه. باز هم شکر هر غریبی او کسی که داره، غریبی که می طفلی رو که میگه میته امور به جا میکنه، امور طفلی و چون او به خود خوب، اما هر پیار هر کار میکنه با بچه بکنه او به خود خوب میکنه، به خود خوب میکنه. دقیقا. اما یک موضوعی که اشاره کردن وکیل احمد جان دوستای عزیزیه که ما وقت نگاه میکنیم این جز ضروریات اولیه ما شاید نباشه، شاید برنج و روغن نباشه، اما فکر کنم آنچنان مصرف بالایی هم نداره که ما خواسته باشیم طفل خود محروم بکنیم.
بعضی وقتا شاید زمینه مساعد باشه. اما یک موضوعی رو میخوام اینجا اشاره بکنم که برای اطفال نازنین همیشه هدیه بدیم، خصوصا برای اطفال یتیم. میتونیم که کسایی که پدر ندارن و از نعمت پدر محروم هستن، ما ای که توانایی داریم با خریدن یک موتر یا بازیچه دیگری که هست اونها هم خوشحال بسازیم. وکیل احمد جان، تا حال شده که مثلا اطفالی که به دکان شما آمدن یا پدر هم همراهشان بوده، اگر به نوعی از پول کمبود بوده، شما به نوعی با او همکاری کرده باشین؟ شکر از ما خود ما آدم به داخل می دکانم هیچ وقت تو کار نکرده، ولی دائم گفتم و بمی حال کنم تعداد شاگرد کمتر از سابق زیادتر بود. به هر کدوم ما از کلون ما گرفته، از خود کامه وقت دائم همین گفت ما بوده که کسی ناامید ری نکنه. بسیار عالی. شاه و گدا کسی که داره و نداره ناامید ری نکنه، تا میفهمین توان شما میشه چی شما میشه ناامید ری نکنه، چون که این طفل کسی که از اینجا ری کنه بود تا به دم سرو هم شد به سرو هم بره گیره میکنه. بله بله. بفهمیدیم اگر 50% به پیاره و گناه برسه 50% هم ما میرسه. نکته بسیار مهمی هست. همو چیزه احساس داریم شما. احساس داریم. بله. ولی تا همین تدفعه شده که مثلا میایه بچه میایه هم بعضا همشیره های بعضا برادر های میایه هم بچه به خاطر از اون نشونه میدم نمیخره، ولی خود ما به خاطر فروش ما نه، به دل ما اعصاب ما بعض وقتا خراب میشه به خاطر ازی که اول اگر نمیخری نه یا تو حتی میگم امی جنس خود از این بابا سوی استفاده میکنه، میگن خیلی به خاطر امی تف. بسیار حرف خوبه، نکته خوبه رو وکیل احمد جان اشاره کردن. یک موضوعی که انسانیت هنوز زنده هست و خصوصا ما به عنوان یک مسلمان امی احساس داریم، همونطوری که برادر ما وکیل احمد جان گفتن که بعضی وقتا میشه که ما اگر قیمتی هم کمتر باشه میدیم. یک نکته بسیار خوبه که اون ناامید نمیکنیم، طفل در میابن که تا اونجا گریه کرده نره. یک موضوعی که پدران باید توجه بکنن که تلاش بکنیم وقتی که به اینجا میایم بره به نوعی به هر طوری شده، اگر هدف شما خرید هست با این مبلغی که هست کنار بیاییم با فروشنده و تلاش بکنین که همون طفل خود ناامید از همچین مکانهایی که مربوط به سرگرمی اونا میشه نبرین. دوستای عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، با وکیل احمد جان هستیم در این فروشگاه، انواع و اقسام وسایل هست. حالا اگر نشان بدیم اطفال نازنینی که در داخل خانه هستن و بیننده ما هستن برنامه چهار بازار، انواع و اقسام وسایل ها در اینجا هست. انشالله که روزگار خوب بشه و وضعیت اقتصادی همه بهتر بشه، ما به اطفال خود بیشتر رسیدگی بکنیم. یک وقفه خیلی کوتاهی میگیریم و خیلی زود برمیگردیم. خب دوباره خوش آمدید بیننده های عزیز و همچنین دختر خانم ها کوچوله هایی که داخل خونه هستند. آقای عاطف هم تصویری از یک عروسکی که در اینجا بود گرفتن. این بخش بخش دختر خانم ها هست، وسایل و عروسک هایی که در اینجا هست و اینها کل سرگرمی هست برای دختر خانم هایی که داخل خانه هستن، با همی به نوعی ارتباط برقرار میکنه. حالا از نظر روانشناسی هم اگر نگاه بکنیم، ما بعضی وقتا میبینیم که دختری که در داخل خانه هست با قاشق غذا گرفته به دهن همی عروسک میکنه، اما اون ذهن از او فعلا همو اندازه هست. بعضی وقتا ما او رو شاید به نوعی سرزنش هم بکنیم که این کار این قضا میخوره که تو این کار میکنی. نباید مانع رفتار کودکان ما بشین که همچین اعمال رو نشان میدن، چون در همون سن که هسته از نظر روانشناسی هم او همون نوع مهربانی خود رو ابراز میکنه و همچنین که او رو به عنوان یک موجود به اصطلاح یا کسی فکر میکنه که احساس داره. خب دوستای عزیز، بیشتر صحبت میکنیم. وکیل احمد جان، گفتین بیشتر فروش وسایل برای دخترها هسته. بله. یک تفاوتی که اگر در گذشته ها بوده، بعضی وقتا متاسفانه در گذشته ها یا به دختر به ارزش بیشتر قائل بودن یا به پسر، و من مطمئن هستم که همین بیننده های ما همون عدالت بین فرزندان هم هستم. به نظر شما چقدر ما تلاش بکنیم که اولاد خود در همون عدالت داشته باشه؟ عدالت دیگه هر دو طرف فرق نداره، دختر و پسر یکه. عدالت به هر نبه باید عدالت یکه باشه، چون که اردوت از اونا طفلم و اردوت از اونا هم ذهن از اونا فکر از اونا یکه، باید به اردوت تا رسیدگی شه.
یک نوال دو تا نوال اگر یک نوال رو بخوایم او بدیم یک نوال کمتر بدیم خب اون نوال خوش میشه اون نوال بالا بره یک نوال میشه اگر قرار باشه که این نوال رو هم او بدیم این نوال هم سه نوال رو چهار نوال رو که پیشتر بدیم هر دو تا رو همزمان بدیم به یک چیز به یک سایز و به یک مدل بالا میرم دقیقاً بله نکته بسیار خوبی هست و ما باید عدالت داشته باشیم بین فرزندان خود که جزئی از دستورات دینی ما هم هست وکیل احمد جان از موضوعی صحبت بکنین که وسایل اسباب بازی از هرات به دیگه ولایت هم انتقال پیدا میکنی یا نه؟ بله از هرات به همه ولایت ها از فرا گرفته نیمروز فرا هلمند دیگه جلال آباد غزنی تا به جلال آباد میره از هرات میره از هرات به کابل دیگه به این سمت قندهار موسی قلعه هلمند خود هلمند درشق به همه ولایت ها از هرات زیادتر نوع وسایل اسباب بازی فرق نمی کنه در تمام ولایت همین نوعی که داریم اینجا میای یا نه بعضی جا فرق داره خب الان ما جنسی هست که مثلا جنس همین خود فروش بازار هرات فرق داره خب جنس فروش بازار مثلا قلمو که به این ولایت ها خود هرات میره به این ولسوالی ها خود هرات میره مثلا قلمو جنس از او فرق داره فرق در چی میتونه باشه؟ فرق در مدل جنس به ارزونتر جنس خوب جنس خوب ارزونتر خوب باشه انان اطراف قصد ای جنس رو نمیگیره خوب ای جنس شعریه اطراف میگیره جنس مناسبتر و ارزونتر به مو چیزی ارزونتر باشه مثلا جنس های ما داریم جنس شعریه جنس خود بازار هراته جنس بیرون بازاره با جنسی که با ولایت ها دیگه میره تا حتی تغییر داره بر ولایت نوع سفارش و جنسی و تغییر داره به می خود همی بازار هم کسته جنس داخل جاده مثلا مشتری ها داخل جاده داره داخل جنس داخل جاده تفاوت داره جنس دروازه قندهار تفاوت داره به این فروشگاه که باز میره جنس های عقیه بسیار عالی از این بگیم که وسایل هایی که مثلا اسباب بازی در گذشته ها بود اما امروز میبینیم در بخش وسایل اسباب بازی یک تکنولوژی کار کرده و این که موترهای کنترلی آمده و چه نوع موترهایی در اینجا میتونه باشه که آیا توسط ریموت از راه دور کنترل میشه یا نه با موترها ریموتی زیاد آمده و یک چه دیگه بکنم که سابق البته بیشتر بود بخش ریموتی با دخترانه کم بود خوب ولی شکر حال از گفت به پیشتر زدن که عدالت حال واقعیت ممی 7 سال 8 سال با بالاتر و پیتر تکنولوژی هم عدالت خود کرده تکنولوژی هم عدالت خود کرده که حال مسیبیانه میبینم در بخش دخترها هم وسایل اسباب بازی که میایه اونام ریموتی هست به نوعی درمون ولی سابق میامد پیار به بچه که یک موتر میستون به 1000 به دختر میستون به عروسک میستون به 100 روپه ولی حال شکر نه ما خود ما دکون داریم اس داریم میفهمیم درد داریم ولی خوشحالیم که حال وقتی که یک پسر میایم این چیز خوش میکنه اما دختر خانومی هم که دختر خانومی هم که خوش میکنه نظر نمیگه امور میگیره بسیار عالی بسیار عالی از تفاوت قیمت ها بگیم که شما از چند قیمت وسایل اسباب بازی اینجا داریم تا بلندترین قیمت که اینجا هست از اسباب بازی از داری پا گرفته به حساب از خود اسباب بازی عروسک باب و مطرباب تا به دونیم هزار سه هزار داره تا دونیم سه هزار هم داریم داره. اگر خواسته باشیم یک مقایسه بکنیم او جنس یا او وسایلی که مثلا در کشورهای همسایه اطفال میتونن داشته باشن آیا در افغانستان در هرات هم میتونه همون رو به دسترس اطفال شما قرار بدیم یا نه بله همچنین به می چند وقت اخیر جنس ها کمتر شده چون که فروشات بازار کم شده و سابق جنس هایی که به این بسته می کشور ها بود به این افغانستان هم پیدا می شد حال مدت از وقت قرنطینه و کرونا و رفت آمد کمتر شده و فروشات کمتر شده جنس ها به دست راستیه آها کم مشکلاتی بوده و انشالله مشکلات رفع میشه خب با وکیل احمد جان هستیم دوستای عزیز اینجا انواع و اقسام وسایل های وجود داره همونطوری که شما هم مشاهده میکنید وکیل احمد جان هم گفتن که تفاوت قیمت ها هست اما تفاوت قیمت ها با اینکه جنس ها هم فرق میکنه از نظر کیفیت هم نظری که بعضی ها کوچکتر و بعضی ها بزرگتر هستن انواع و اقسام وسایل در اینجا میبینیم مثلا یک موتر که اینجا هست و این موتر میتونه که حتی یک مقدار بار هم خودی خود انتقال بده به نوعی موتر که هسته
برو کارتر اینو کارتر تا 130 کیلو وزن تعمل میکنه. همین موترک هست. همین موترک هست تا 130 کیلو وزن که خود مبسته کنم به داخل ازی خوب خوب. خیلی مهمه، یک نکته بسیار خوب که یعنی بایی که از پلاستیک هست، اما خب پلاستیک هم پلاستیک خوبه فکر کنم بکار رسه. بله بله، یعنی 130 کیلو وزن با همین تایر 130 کیلو به همین وزن ای مثلا تعمل میکنه مثلا به داخل ازی. خب امتحان هم میکنین که دوستای عزیز باز نگن که فقط حرف بوده. حرف بوده. خب چند کیلو این شما؟ با 88 کیلو. خب 88 کیلو، دعا نمی کنیم بیشتر بشه چون همین فعلا استاندارده، اما خب به هر حال موتر نه شکست و نه هم همون تایرایی که بود خراب شد. خب باشه، من هم استاد بشم. بیننده‌های عزیز بسه. وزن من باز بعدن میگم چنده، ولی خب به هر حال وزن آنچنانی ندارم. من راحت تحمل میکنه ای که 130 کیلو یا 120 کیلو. 130 کیلو. وزن من هم فکر کنم 110 کیلو همچین باشه آقای عاطف، درسته؟ آقای عاطف میگن نه 110 کیلو نیم شما. خب به هر حال اما جنس های خوبه به کار رفته. ساخت کجا؟ ایرانه. ساخت ایران هسته. اینا جنس ها ایرانه. اما یک چیزی گفتن آقای وکیل جان که در رنگ ها که هسته شاید در چین بیشتر توجه میشه. بعضی رنگ ها اینجا خیلی رنگ های شفافتر بهتری هست. اما با ساخت خوبه که داره رنگی و خیلی شاد نیه و کودکانه نیه. جنس ایرانی که به شما گفتم تفاوت داره. وقت به خاطر همین رنگ ازی رنگ بندی ازی. حالا این رنگ ها رو نمیشه منوی سفارش داده بشه یا نه خود اینا میسازن؟ ایده خود از اینا میسازن، سفارش دادن انان دونا یک کارخونه نیه، سفارش یعنی که بدیم بازم به اون رقم رو تیار نمیکنه. آها. چون که ما هم به حساب سفارش اغذری نمیفهمیم اون جنس چین که هسته خود چین که هسته اون در کل از ذهن طفل استفاده کنه. یعنی یک پیشرفت و چی دارن از بحث روانشناسی هم که نگاه کنیم. بله بله، اونا فکر هم چیز بسته‌بندی از اینا وقت از ذهن خود بچه هست. دقیقا. و رنگ های خوبی ای هم یک عروسک میتونه باشه؟ انان ای عروسکه، ای ایرانیه. خب ای جنس ایرانیه، ای هم ایرانیه خالص که یک دگمه فرق از اینه چینه ای زده. یک پالسکی چینی رو که به شما نشون دهیم خیلی مثلا طبیعی تفاوت دارد، در حالت قیمت هم چیزی تفاوت نداره، ولی جنس از او که خوش شما بیاییم همون جنس رو میگیریم. این مثلا جنس ایرانیه، این چینه. آها، نظر رنگ هم باید زیباتره. بله بله، اینا قصد مثلا چینه. خب دوستای عزیز، همونطور که وکیل جان گفتن رنگ ها خیلی مهم است، خصوصا برای اطفال که باید رنگ ها دقت بکنیم. از این عروسک ها و خرسک هایی که هسته خرسک های بزرگتر هم وجود داره. آقای عاطف اگر نشان بدین در این قسمت خرسک های بسیار بزرگی هم وجود داره و موترهای بسیار کلانی هم بود. خیلی خوبه. خب از این بگین که وقتی که یک طفل میاد به دکان شما و شما او را خوشحال میکنه، احساس خود شما چیگونه واقعا؟ احساس ما بدون از این که ما مثلا اگر بگیم ما کاسب کاریم که پول میگیریم، خدای اگر طفل که ما خوش باشه خود ما هم خوشیم. پول مار خل مار همون پولی هم که میگیریم خوشحال میشیم. خوشحال میشیم و یه خوشحالی هم مهمه. بعد وقتی که یک جنس رو میفروشیم بابا از او ناراحت باشه ولی مارم دقیقا اون خوشایند نیه. اما یک موتر دیگه که برای آقا پسرها نشان بودم خیلی هم مقبول هست. خب ای ایرانه. خب این هم یک موتر مقبول ساخت ایرانه، درسته؟ ساخت ایران. این به نام چیات میکنن موتر چی؟ اینا که هست ماک تلر خرمه. تلر هست، موترهای تلر هست. این میتونه قیمت چند برای مشتری کسی که بخره؟ برای مشتری ای به 200-250. قیمت خوبیه طبعا، موتر بزرگ هست و قیمت هم 200 افغانی خوبه. به 200 مثلا به دکاندار میدیم. خب خب، اگر یک مشتری بیایه و از شما تکی یک چیز رو بخواه باز هم برای او میدیم یا نه؟ بله. این خیلی مهمه که قیمت تفاوت میکنه یا نه با قیمت عمده؟ تفاوت بعض وقتا زیادتر، چون که ما از عمده فایده نمیگیریم. خب 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 خب. عمده انسان هست که تا حتی به تاون هم بعض وقتا برابر میشه. مجبوریم بازار بده. از حساب اون پرچون که ما 20 روپه 30 روپه 10 روپه بالاتر میگیریم جنس خوب میدیم. آها، جنس خوب، جنس عالی ده برای مشتری میدن. و شکستر نمیدیم. بسیار مهمه این موضوع. خب دوستای عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و خیلی زود برمیگردیم.
دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه و دوستای عزیز هستیم با شما. صحبت‌های بسیار خوبه و کلمات جان داشتیم در قسمتی که باید توجه بیشتری بشه به اطفال نازنین و می‌خوایم به عنوان آخرین پرسش پیام و کلمات جان داشته باشیم برای خانواده‌های عزیز که چقدر باید در این قسمت توجه بکنن که هدیه‌ای رو برای فرزندان خود حتماً در مقام بیارن. ما پیام امینه از عام شهروندار که چیزی که امی طفل همون چیزی که خواست بدون از او که از اسباب بازی از هر چیزی که خواست که طفل بود بعد از این خورتکی به روش دل او به همه امکانات او از خود دل خود او استفاده کنه. بسیار عالی بسیار عالی، چون که او به آینده باز از دل شما استفاده میکنه، به شما پیار و مادر به همه فامیل خدمت و بزرگتری و احترامی که داره در عد میگه که به مخورتکی هرچی که خواستم بس به دل من اینا کار انجام دادم بسیار عالی بسیار عالی، تشکری میکنم از شما. زنده باشین. بسیار پیام خوبی داشتن، یعنی واقعا وقت صحبت هایی میشه با دوستایی که در حال دل هستند به قول، یعنی که واقعا طفل وکیلم جان دریافتن به روش دل طفل اگر رفتار کردین شک نکنین که فردا او در ذهن او هست و همونطوری که دوست عزیز ما گفتن فردا به روش دل ما او هم رفتار میکنه. حرف خوبی که میگه، چون در کودکی او چیزی که ما خواستم به ما آماده کردن. خب دوستای عزیز سپاسگزاری میکنم از شما و حرف اخیر می هست که بیایم کودکانه زندگی بکنیم. یعنی کودکانه چگونه اون کودک درونی ما را زنده نگه بداریم، به خاطر چی؟ یعنی که میگه از کودکان باید زندگی رو آموخت. چگونه؟ چون کینه ای ندارن و وقتی دعوا کنند یا قهر بشند نیم ساعت بعد دوباره پس آشتی میکنند و هیچ کینه ای در دلشان نیست. انشالله که زندگیتان عاری از کینه و کدورت باشه و مملو و سرشار از خوشی ها باشه. به اطفال نازنین هم توجه زیادی بکنین، چرا؟ چون دستور پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم است. این بود برنامه چهار بازار تقدیم شما خوبان و اطفال نازنین شد. تا برنامه دیگر که باز هم حضور به هم برسانیم، همین شما را به خداوند مهربان میسپاریم. عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.